پیکر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران با حضور 10,000 نفر در حرم امام رضا در مشهد به خاک سپرده شد. اما تحقیقات اولیه در مورد علت سقوط هواپیمای حامل او چی میگوید؟ درود بر شما. امروز جمعه 24 می برابر با 4 جوزای سال 1403 هجری شمسی است. اینجا مشهد است. حرم امام رضا، امام 8 شیعیان. 10,000 نفر از شهروندان ایران و شماری از مهاجران برای شرکت در مراسم خاکسپاری رئیس جمهور ایران دور هم جمع شدند. برخی گریه میکنند، برخی آرام در جمع نظاره‌گرند و برایشان ادامه میدهند. دیروز پنجشنبه 23 می ابراهیم رئیسی با مراسم خاص و با حضور مقام های ارشد حکومتی و حضور 10,000 نفر از شهروندان عام به خاک سپرده شد. او در پی سانحه هوای چرخبال حاملش با شمار دیگر از همراهانش از جمله وزیر خارجه حسین امیر عبداللهیان کشته شده بود. همزمان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گزارش اولیه را درباره تحقیقات مربوط به انسانی هم منتشر کرده است که به علت آن ما اشاره نمی کند، ولی تاکید کرده است که اثری از برخورد گوروله و یا موشک بر بدنه بالگرد مشاهده نشده است. این در حالی است که قبلا برخی گمانه‌زنی‌ها بر این بود که ممکن است هواپیمای حامل رئیس جمهور ایران توسط افراد و یا گروه های سرنگون شده باشد. رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی با حضور مردم اما در حرم امام رضا در مشهد به خاک سپرده شد. البته روز پنجشنبه مراسم تشییع جنازه دیگر قربانیان این رویداد از جمله حسین امیر عبداللهیان، محمد علی آل هاشم و دیگر قربانیان سقوط بالگرد نیز در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. روز گذشته ده ها رهبر، وزیر و مقام های ارشد کشورهای منطقه با حضور در تهران به پیکر ابراهیم رئیسی و دیگر قربانیان این رویداد ادای احترام کردند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گزارش کرده است که بیش از 90 رهبر و مقام های عالی رتبه برای ادای احترام به آقای رئیسی به تهران سفر کرده بود. پس از خاکسپاری ابراهیم رئیسی، تیم تحقیقات اولین گزارششان را در مورد علت سقوط بالگرد آقای رئیسی و همراهانش منتشر کرد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحقیقاتی که پیرامون این مورد و سقوط چرخبال حامل ابراهیم رئیسی منتشر کرده گفته است که آثار گلوله و یا برخورد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد سانحه دیدن نمی شود. در گزارش گفته شده است که بالگرد پس از برخورد با ارتفاع دچار آتش سوزی شده است و گفته شده است که حدود 1.5 دقیقه قبل از سانحه خلبان با 2 هلیکوپتر دیگر که همراه آن بودند ارتباط برقرار کرده است و هیچ گونه چیز مشکوکی گزارش نشده بود. اما این تیم گفته است که تحقیقات نهاییشان را بعداً با مردم شریک خواهد کرد. در ادامه ویدیوهایی از مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی در مشهد. از این گذاری که همه در این گذاری
این تأخیر چون نشان استعمال جمعیت استقبال کننده بیرون از این خرد جای شکرگزاری بود، اما این فراد و این انتظار و رویسار به جمع میخند به چشم برای به نام نامی علی عبدالله حسین او یازده بار گفتید مجمع دعای کریم عزیز اون رو هم صدا کنم بیام نفس بزنم در بگیرند حال خوشتون رو در تبسل خوشتر کنند حال عزاداران با تبسل قدری آرامش بخشند دعای کریمی مجمع عرضای عزیز طاهری و دیگر زاکران بیام نفس بزنند بگیرند صدر هاشون مشتاقا ما اینجا میزبان پیکرهای متحر شهدا و خادم الرضا رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی خواهیم بیاین از این جاده کربلا هر کی دلش بخواد امام حسین رو صدا بزنه به نام نامی سید شهدا اگه دلتون میخواد به چشم عزیز زهرا بیاد با هم صدایی که یا زهرا گفتید با هم دستای بالا آمده Get on down, get the yellow strap!